به نام خداوند پاک سلام فراوان بر همه شما دوستای عزیز در هر گوشه و کناری هستین. از خداوند پاک بر همه شما صحتمندی سلامتی و کامیابی ها آرزو می کنم. خوشحال هستم که همیشه خوش و خوشحال و دارای صحت کامل باشین و همتر خوش و خندان در پشت پرده های تلویزیون تان نشسته و برنامه خود را یعنی مالگ را تماشا کنین. به همین امیدواری که همه شما خوش و خوشحال و صحتمند هستین برنامه امروزی مالگ را آغاز گر می شود. در ابتدا مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه مکرونی با گوشت سینه مرغ: مکرونی 300 گرم، سبزی پالک نیم دسته، گوشت سینه مرغ نیم کیلو، بادنجان رومی 2 عدد، سیر 4 دندانه، پنیر موزاریلا نیم گیلاس، مرچ تازه 2 عدد، نمک به قدر ضرورت، روغن 80 میلی لیتر، دارچینی نیم قاشق چای خوری. در ابتدا یک مقدار آب میمونم که جوش بیه و مکرونی را جوش میده. حرارت منقله روشن میکنم. یک مقدار آب دیش اضافه میکنم. به خاطر از اینکه بسیار زود جوش بیاید یک قاشقک نمکم دیش اضافه میکنم. خب تا آب جوش میاد دیگه کار راست اینجا انجام میدم. کروی دیگر بالا این منقل میگذارم. حرارت منقل دیگرم روشن میکنم. به اندازه 80 میلی لیتر روغن در بینش اضافه میکنم. خب روغنم اضافه کردم در کروی. 4 دندانه سیره از تراشم میکشم. بسیار ساده و آسان یک مکرونی که بسیار مزه‌دار خوبش آماده میشه. کم میتونین به اطفال نازنینتون بدین و میتونین که به تمام اعضای خانوادهتون بسیار یک ذائقه خوبی را پیدا میکنه به خود. خب اینم اضافه میکنم بالای روغن. گوشت سینه مرغ ریزه میکنم. گوشت سینه مرغ به شکل چارکن خرد خرد ریزه میکنم. گوشت سینه مرغ ریزه شد. ایران بالای سیر اضافه میکنم. اینه خوب امروی ازی شور میتونم چند دقیقه که تا رنگ گوشت سینه مرغ تغییر بخوره. بایر شما میفهمین که گوشت سینه مرغ بسیار زود پخته میشه. اینه چند دقیقه متر میمونم. دو عدد بانجور میسی را ریزه میکنم. ایران بسیار خرد خرد ریزه میکنم. کوشش کنید که خوب خرد خردی را ریزه کنید.
به خاطر که باز بسیار کلان کلان باشه باز این صحیح حل نمیشه. خب گوشت سینه مرغ همراه سیر، خب با روغن چند دقیقه چرخ بدیم که تا رنگش تغییر کنه. واقعا می سیر که سرخ میشه یک بوی بسیار خوب خوشبوی ازش بیرون میشه که خوش آدم میاد. خب آبم که برای مکرونی مانده بودم جوش آمده، مکرونی رو اضافه میکنم بهش. یه چند دقیقه میمونم که تا نرم شود. بونجوری می اضافه می کنم. بونجوری می رم خوب بونیم که مکمل حل شود که تا همون خاصیت خامی که داره مکمل از بین بره و مکمل پخته شود. اگه دفتن بالاش دیگه ترکاری رو اضافه کنیم اما حالتی که اولی داره او از بین نمیره، مطور تقریبا خام میمانه. ایره چند دقیقه میمانم. یک مقدار سبزی ایره ریزه میکنم. و سبزی پلاک ما میفهمین که چقدر ویتامین داره و بر صحت بسیار فایده داره. سبزی پلاک ریزه میکنم. بعضی دوستای ماست که وقتی سبزی پلاک پخته میکنن سبزی پلاک جوش میدن، خوب یک 10-15 دقیقه جوش میدن، بعد از او را در روی روغن سرخ میکنن. اما وقتی که شما این را جوش میدن اما تمام ویتامینی که داره او مکمل از بین میره. به خاطر که همیشه گفتن باید ترکاری ها را مکمل پخته نکنین، اما بعضی دوستا هستن که سبزی پلاک جوش میدن بعد از او در روی روغن مندازن، اما خاصیت و ویتامینی که داره او مکمل از بین میره. سبزی پلاک هم ریزه شد. وقتی که بنجرمی خوب عل میشه و سر روغن می رنگش تغییر میخوره. اگر دفعتا بنجرمی را اضافه میکنیم و بالش چیز دیگر اندازیم او رنگ صحیح را به خود نمیگیره. مکرونی هنوز نرم شده، چند دقیقه دیگه کار داره. سرش میمونم چند دقیقه. خب سبزی را که ریزه کرده بودیم ایرام بالای گوشت ما اضافه میکنم. و اطفال خود زیادتر مکرونی را زیاد خوش دارن، اما میشه از مادرها تقاضا میکنن که مکرونی بر ما پخته کنن. شما کوشش کنید به میتری مکرونی برشان پخته کنین، هم اعضای خانواده نوشجان میکنن و هم اطفال خود. این یک دو دقیقه تر میمونمش. دو عدد مرچ تازه سیرم ریزه میکنم. مرچم به اندازه که متوسط ریزه میکنیم و مرچ تازه رو شما میفهمید که چقدر فایده داره. میگن کسایی که زیادتر مرچ تازه استفاده میکنن هیچ وقت به مرض شکر مبتلا نمیشن و کوشش کنین که مرچ تازه رو زیادتر استفاده کنین.
بندازی نیک خدا نخواسته به ساعتان نخص برسانه یا برمیدیتون با می یک اندازه یک متوسط. مرچ تازه رو اضافه میکنم. خب مرچ تازه رو اضافه کردم در بین کرویی. یک قاشق نمک دیش اضافه میکنم و نیم قاشق دالچینی. به خاطر که بوی بسیار خوبش داره و ذائقه غذا را بسیار خوبش می‌سازه. یک برگ مخلوط می‌کنم. یک لوساک آب دیش می‌ندازم. به اندازه یک گلوس کفایت میکنه زود پخته میشه. مکرونی را خبر میگیرم. مکرونیم نرم شده. حرارت منقل خاموش میکنم. چلو صاف میگیرم و مکرونی را صاف. خب گوشت مرغ را امروی بونجوری که انداختیم سرخ کردیم و بعدا سبزی را و مرچ تازه را امروی یک قاشق نمک و نیم قاشق هم دالچینی در بین ازی اضافه کردیم. ایره چند دقیقه مانیم یک گلاسک آب انداختیم که تا گوشت مرغ نرم شوه و سبزی هم پخته شوه. وقتی که مکرونی را اضافه میکنیم ایره زیاد نبادیم که آبش خوش شوه. مکرونی را اضافه میکنیم چند دقیقه امروی زمین آبی که یک مقدار مانده خب مکرونی را مخلوط میکنیم تا مزایقی همه چیز به خود جذب کنه. اگر این مکمل خشک میشه باز مزایقی ترکاری و گوشت مرغ مکرونی به خود جذب نمیکنه. مکرونی را که قبلا جوش داده بودیم میره بالاش اضافه میکنم. میره خوب مخلوط میکنم. یک غذا که بسیار ساده آسان اما بسیار خوشمزه ای آماده میشه. چند دقیقه کیره به همراه یک مقدار آبی که مانده بود ایره خوب مخلوط میکنیم که امو ذائقه تمام مواد که در بین کرایی اضافه کرده بودیم مکرونی به خود جذب کنه. اگر این مکمل باز خشک باشه مکرونی باز قدر ذائقه خوب به خود نمیگیره. ایره زمان خاطر یک چند دقیقه کیره خوب شور میکنیم که مرچ و نمک و سبزی پالک که با همگی با هم مخلوط شده ذائقه به خود مکرونی جذب کنه. خب اینجا بندازه نیم گلاس پنیر موزیلاس که از موی تراش تیر کردید ایره اضافه میکنم بالا از مکرونی. ایره خوب مخلوط میکنم. ببینید که حرارت میخوره همین تارتار میشه بسیار شکل خوب به خود میگیره. ببینید همین پنیر خدا آب میکنه بسیار یک شکلک مقبول به خود میگیره. حرارت خاموش میکنم و یک ظرف میگیره میره میکشم. ایره میمونم و یک ظرف دیگر میگیرم میکش میره.
میبینید؟ امو ولاته که بعض وقتا پیزا پخته میکنیم، امو ولاته به خود مکرونی گرفته. بسیار مزه‌دار و خوش آمده میشه. من این اندازه کفایت میکنم. ای آماده شد. یک دونه یک گل از بانجوری می آماده کردیم. این را در قسمت وسطش میمونم. و چهار دونه یک لیمو را به شکل قوی آماده کردیم. این بود مکرونی که با گوشت سینه مرغ برتان آماده کردم. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیرد.